دوستان سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه یکی دیگه از بحثایی که شما باید قبل از راه اندازی سرچ کنسول خودتون بدونین یعنی که اصلا گوگل چجوری داره کار میکنه شما تا زمانی که ندونی گوگل چجوری داره کار میکنه خب قایتا نمیتونی با ابزارهایی که خودش برای حالا فرزند دارم میگم اون کاری که موتور جستجوش داره انجام میده بتونی درک درستی ازش داشته باشی خب اینکه گوگل چجوری کار میکنه سه تا مرحله اصلی داره بحث کراولینگ یا خزش هستش بحث ایندکسینگ و بحث رنکینگ یا سروینگ به اختصار سراغ هر کدوم از این بخشا میریم و یک توضیح کوتاهی راجبه هر کدومشون با همدیگه خواهیم داشت مرحله اول کراولینگ یا خزش توی این مرحله شما یک ناظرهای کیفی رو در نظر بگیرین که اصلا وظیفهشون اینه که به صورت دوره بیان به سایت های مختلف سر بزنن و دیتا های مختلفی از محتوای اون صفحات برگردونن سمت سرور های خود گوگل خب توی مراحل کرالینگ خزش اولین کاری که کرالرها یا همون ربات های گوگل تو اسمای مختلفی داره ربات خزنده اسپایدر یا همون انکبوت و بقیه موارد زیاد درگیر کلمه ها نشیم هر کدوم از اینها استفاده شد بدون که کارشون همون رباتایی هستش که میخوان برن تو سایت های مختلف و دیتا های مختلف رو برگردونن سمت گوگل کار اولی که انجام میده بررسی و مشاهده سایت هایی که قبلا کرول شدن و سایت های جدید سایت هایی که قبلا کرول شدن تو یک دیتابیسی در گوگل ذخیره میشن یعنی پس اینجای کار متوجه میشیم کراولرها یا همون های کیفی گوگل به صورت دوره‌ای به وبسایت های مختلف سر میزنن حالا چجوری سایت های جدید رو پیدا میکنن یکی از روش های معرفی کردن سایت های جدید به گوگل اصلا همین راه اندازی سرچ کنسول هستش زمانی که شما سرچ کنسول خودت رو راه اندازی میکنی یعنی در واقع به گوگل داری اعلام میکنی گوگل سایت من آماده کرال شدن و اصطلاح تو مرحله بعدی ایندکس شدن در صفحه نمایش موتور جستجوی توه پس کرالر هات یا همون ربات ها یا خزنده های خودت رو بفرست سراغ سایت من که محتواهای مختلف سایت من رو اصطلاحا کرال بکنن بعد از این مرحله میاد سایت مپ سایت ها رو چک میکنه سایت مپ یک فایلی هست سمت چپ تصویر رو داریم مشاهده میکنین یک نقشه سایت کلی از وبسایت شماست که شامل تمامی یعنی لینک تمامی صفحات وبسایت شماست توی این قسمت کراولرها پل ارتباطیشون لینک ها هستن زمانی که کرالر به سایت مپ شما مراجعه میکنه تمام این لینک ها رو دنبال میکنه و شما خیالتون از این بابت راحت میشه که تمامی وبسایت شما تحت نظر کرالرها هستن و ممکنه توی گوگل ایندکس بشن میاد اینا رو بررسیش میکنه و بعد فایل روبوت, دا... روبوت دات تی اکسی رو میبینه فایل روبوت دات تی اکسی چی هستش سمت راست تصویر داریم مشاهدهش میکنیم یک فایلیه که گوگل به من وب مستر این اجازه رو میده که تک تک صفحاتی که من دلم نمیخواد ایندکس بشن و توی موتور جستجوی گوگل قرار بگیرن رو به خود گوگل و کرالرها بفهمونم یه کد نویسی خیلی ساده داره وارد جزئیات این مبحث نمیشین فقط کلیتش رو دارم بهتون میگم user داش ایجنت یعنی تمامی ربات ها از هر ابزار و موتور جستجویی دیسالو میکنه یک فولدر خاص رو مثلا دارم میگم بنا به هر دلیلی من نمیخوام پروداکت های خودم داخل گوگل ایندکس بشن دی دو نقطه اسلش یعنی اون تیکی که توی تمام پروداکت های من توی یورلشون مشترک هستش رو من نمی‌خوام داشته باشم اینجا قرارش میدم اسلش مثلا پروداکت اسلش اگر من یه همچین کدی رو داشته باشم در واقع دارم به کراولر اعلام میکنم تمام آدرس یورل هایی که شامل اسلش پروداکت من هستن اونها رو دنبالش نکن حق نداری دنبالشون بکنی حق نداری ایندکسشون بکنی اوکی خب یا میتونی یک صفحه خاص رو بیای و دیسالو رو بکنی یک فایل خاص رو میاد این رو بررسیش میکنه و بعد از اینکه سی و سایت مپ رو چک کرد لینک های داخل متن مط... یعنی میره خود محتوا رو میخونه اگر داخل محتوای شما لینک دیگه هم وجود داشته باشه اون لینک ها رو دنبال میکنه مثلا دارم میگم تو قسمت بلاگ سایت ها به احتمال خیلی زیاد دیده باشین نوشته لطفا این مطلب رو هم بخوانید و یک لینک جلوش گذاشته خب این و این مطلب را بخوانید این لینک رو وقتی میبینه روبات گوگل این لینک رو دنبال میکنه و به صفحه هدف میره و اون صفحه رو هم جمعآوری دیتا میکنه جمآوری اطلاعات مختلف از محتواش میکنه و باز برمیگرده سمت سرورهای گوگل توی این قسمت زمانی که تمام دیتا توی سرورهای مختلف گوگل جمعآوری شدن اینجا متخصصینی هستن حالا متخصصین اشاره میکنه به اون الگوریتم های خود گوگل و فاکتور هایی که گوگل در واقع داره لحاظش میکنه مرحله دوم میشه ایندکسینگ سازماندهی اطلاعات به دست اومده توی الگوریتم های گوگل یا اون در واقع مرحله کارشناسی نتایجی که کرالرها ها آوردن داخل گوگل سرور های گوگل میاد دو تا کار انجام میشه یک رندر میکنه مطالب صفحات مختلف اونهایی که توسط کرالرها یا خزنده ها جمعوری شدن و برگردونده شدن سمت سرور های گوگل و بعدش شکار میکنه سیگنال های کلیدی یه سری سیگنال های کلیدی هست مثل سرعت وبسایت ما مثل موبایل فرنلی بودنش مثل امنیت وبسایت ما آدرس های یورل و و موارد مختلفی که فاکتورهاش بیش از 200 تا هستن اینها رو بررسی میکنه و بعد از اینکه مرحله ایندکسینگ تموم شد یک مرحله رنکینگ یا سروینگ هستش که میاد چیکار میکنه بر اساس امتیازهایی که شما از فاکتورهای مختلف گوگل دریافت کردین میاد رتبه بندی میکنه یعنی که آقا بر اساس اون دیتا ها میاد میگه که شما لینک یک گوگل هستی تو حوزه گردشگری رقیب شما لینک دو فلان رقیب شما هم لینک سه هستش پس این هم نحوه عمل کردن موتور جستجوی گوگل هست که قبل از راه اندازی سرچ کنسول باید حتما میدونستیدش. یه استراحت کوتاهی داشته باشیم تا برگردیم سراغ خود سرچ کنسول و ببینیم اصلا سرچ کنسول چیه.